بحثمون. خب غمی شد چو بشنید افراسیاب. وقتی افراسیاب نتیجه این تعبیر خواب ها رو شنید، ناراحت شد، خشمگین شد. نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب، به کرسیوز آن رازها برگشاد نهفته سخنها، نهفته سخنها بسی کرد یاد. که گر من به جنگ سیاوش سپاه نرانم، نیاید کسی کینه خواه، نه او کشته آید به جنگ و نه من، براساید از گفتگوی انجمن. نه کاووس خواهد ز من نیز کین، نه آشوب گیرد سراسر زمین. به جای جهان جستن و کارزار، مبادم جز از آشتی هیچ کار. فرستم به نزدیک او سیم و زر، همان تاج و تخت و فراوان گوهر. منوچهر گیتی ببخشید راست، همو بهره خیشتن کم نخواست. و میگه که هم او، یعنی اینجا ظاهرا کاووس منظورشه، میگه منوچهر دنیا رو خوب تقسیم کرد و کاووس هم بهره خودش رو میخواد از همون تقسیم بندی، و چیزی اضافه از اون بخشش منوچهر نمیخواد. منوچهر خب میدونیم که در واقع اگر یادتون باشه وقتی که ایرج کشته شد توسط سلم و تور، یک دختری از ایرج باقی مونده بود و اون دخترم خیلی شبیه باباش بوده، خیلی شبیه ایرج بوده، و از اون دختر به نظرم اگر اشتباه نکنم دوباره دختری متولد شد، و به هر حال حالا یا خود اون دختر پسری زایید یا دخترش دوباره پسری زایید، که اسم اون پسر رو منوچهر گذاشتن و اون منوچهر اومد انتقام اون ماجرای سلم و تور رو گرفت، ماجرای ایرج رو گرفت و حمله کرد و هم تور رو کشت و هم سلم رو کشت، و اینها رو برای پدرش فریدون هنوز زنده بود، یعنی پدر بزرگش که فریدون باشه، اینها فرستانی در واقع سر این کشتگان رو، سر این فرزندان رو برای پدرشون فریدون فرستاد، و فریدون خوشحال شد از مرگ بچه هاش، خوشحال شد از مرگ سلم و مرگ تور، چون آرزو داشت که زنده بمونه تا از این دوتا پسر خودش انتقام مرگ ایرج رو بگیره. یه تراژدی فوق‌العاده دردناکیست اون تراژدی در شاهنامه، که لحظه پیروزیش در واقع لحظه‌ایه که سر پسر رو برای پدر میفرستن. و بعد از اون منوچهر اومد و دنیا رو دوباره بر اساس همون سیاقی که فریدون تقسیم کرده بود تقسیم کرد، و انگار افراسیاب اینجا با این حرفش داره میپذیره اون شکست رو و اون افتضاحی که جدشون یعنی تور به بار آورده بود، و بعدا منوچهر آمد و انتقام گرفت و در واقع دوباره نظم قرار گرفت رو داره الان میپذیره و میگه که کیکاووس هم بر همون مبنا و بر همون نظم در واقع با وجود اومد و جهانداری داره میکنه، بنابراین هیچ ظلم و ستمی یا هیچ چیز خاصی در حکومت اون نیست و ما باید بپذیریم اون حاکمیت کیکاووس رو. از آن نیز کوته کنم دست خیش. از آن نیز، نیز اینجا یعنی از این به بعد، از آن نیز کوته کنم دست خیش. زمینی که بخشیده بودند پیش، یعنی من از این به بعد از زمینی که پیش از این بخشیده بودند و تقسیم کرده بودند در زمان منوچهر باید بگذرم. من یادمه که تو همون مطلبی که چند سال پیش گفته بودم منوچهر رو معنی کردم مینوچهره، یعنی گفتم که گفته بودم اونجا منوچهر یعنی منو یعنی مینو و چهرم یعنی چهره، و خب این غلطه، منوچهر به معنی مینوچهره نیست، اگرچه این خیلی خوبم تداعی میکنه، یعنی منوچهر آدم رو یاد مینوچهره میندازه، و
ولی ظاهرا منوشچترا یعنی از تیره منوشان، از قوم منوشا، معنی در واقع منوچهره که حالا منوشها کجا بودن و چه تیره‌ای بودن و چه قومی بودن باز دوباره بر من معلوم نیست. میگه که از آن نیز کوته کنم دست خیش و از این به بعد من دست خودم را از زمینی که بخشیده بودن پیش کوتاه میکنم و به سرحدات خودم اکتفا میکنم، مگر که این بلاها ز من بگذرد، عذاب این دو آتش فرو پژمرد. آبی میریزم با این صلح روی این آتش ها که این آتش ها خاموش بشه، این آتش که کینه این ور آب و کینه اون ور آب. چو چشم زمانه بدوزم به گنج، سزد گر سپهرم نخواهد به رنج. انگار که ببینن روزگار بدخواهه، انگار که روزگار یه چشمان حریصی داره و به دنبال جنگه، به دنبال برتری جوییست. انگار قاعده روزگار قاعده این هست که قوی ضعیف رو بکشه. باور بر این بوده که شیر باید آهو رو بدره، انسان باید گاو رو بدوشه و بر خر سوار بشه و بر اسب سوار بشه و قوی ضعیف رو بکشه. میگه چو چشم زمانه بدوزم به گنج، یعنی چشم روزگار رو با صرف مال و بذل مال بدوزم و روزگار رو کور کنم. سزد گر سپهرم نخواهد برنج. و خب این خیلی نگاه وحشتناکی در این حال حقیقی هم هست و درست هم هست، ریشه در واقعیت داره که چجوری ما داریم از دوران خشمگنی، از دوران تحجر سبوعیت و وحشیگری رهسپار دوره میشیم که احساس میکنیم نه، روزگار الزاماً به این معنی نیست که سر جنگ داشته باشه. ما میتونیم نسبت به دیگران مهربان باشیم، ما میتونیم حداقل اگر شیرا دارن گوزنا رو میخورن ما میتونیم نخوریم، ما میتونیم متفاوت باشیم. چو چشم زمانه بدوزم به گنج، سزد گر سپهرم نخواهد برنج. نخوانم زمانه جزان کونه بشت، چنان رست شاید که گردون بکشت. نخوانم زمانه جزان کونه بشت، چنان رست شاید که گردون بکشت. یعنی تسلیم زمانه میشم. با چی؟ با گنج دادن به زمانه، با خرج کردن مال، با خراج دادن، با صلح پیشی کردن. چنان رست شاید که گردون بکشت، شاید بتونیم اونجوری که روزگار میکاره ما هم رشد کنیم. بهتر از این نمیتونم معنیش کنم. خودم هم یه مقداری گیجم تو فهم حکمتش، که شاید دارم چو چشم زمانه بدوزم به گنج رو بد میفهمم. معنی که میفهمم ازش به هر حال این هست که با بذل مال و باج و خراج و اینها جلوی جنگ رو بگیرم. چو بگذشت نیمی ز گردان سپهر، درخشند خورشید بنمود چهر. بزرگان به درگاه شاه آمدند، پرستنده و با کلاه آمدند. یکی انجمن ساخت با بخردان، هوشیوار و کارآزمود ردان. به دیشان چنین گفت که از روزگار، نبینم همی بر جز از کارزار. بر یعنی فایده. بسا نامداران
که بر دست من تبه شد به جنگندران انجمن. بسی شارستان گشت بیمارستان، بسی گلستان نیز شد خارستان. بسا باغ کان رزمگاه من است، به هر سو نشان سپاه من است. ز بیدادی شهریار جهان، همه نیکویی ها شود در نهان. ببینه اینجا هم باز دوباره یه مقداری تایید میکنه اون حرفی که در مورد چو چشم زمانه بدوزم به گنج، سزدگر سپهرم نخواهد برنج. یعنی این بذل مال اینجا هم داره ببینن میگه که بزرگان به درگاه شاه آمدن، اینا اومدن نشستن و افراسیاب گفت من همه جا جنگیدم، چقدر شهرها شارستانها به دست من بیمارستان شدن و چقدر گلستانها به دست من خارستان شدن، من ویران کردم هر جایی که خواستم. میگه چقدر باغ که یه وقتی رزمگاه من بوده، من گوشه گوشه دنیا جنگیدم. به هر سو نشان سپاه من است، ز بیدادی شهریار جهان، همه نیکویی ها شود در نهان. میگه وقتی که شاه بیدادگر میشه و دائم می جنگه، برکت ها از دنیا رخت برمیبندن. ما یادمون باشه تو داستان بهرام، اگر یادتون باشه بهرام به صورت به حساب ناخوانده، بعدها حالا البته تو شاهنامه اتفاق میفته، ولی ما خوندیم جلو جلو تیکه بهرام رو، که بهرام میره در خونه زن پالیزبان و اونجا از زن پالیزبان میپرسه که تو از شاه مملکت یکم حرف بزن. خب زن پالیزبان که نمیدونسته این مهمون شاهه، زن پالیزبان میگه که خب شاه دیگه شاه شاه دیگه، حالا حرف زدن نداره. و بهرام خیلی عصبانی میشه و تو دلش میگه من شاه به یه خوبی هستم، این یه ذره از من تعریف نمیکنه این زن. و در دل خودش میگه حالا من فردا که به تاج و تخت برگشتم ظلم و ستم پیشه میکنم تا این رعایا یه ذره بفهمن که شاه عادل و دادگر یعنی چی و متشکر باشن، ممنون باشن از پادشاه خودشون. همین که آقای بهرام اینجوری فکر میکنه، زن پالیزبان میره گاوشو به دوشه، میبینه گاوش شیر نداره، رو میکنه به شوهرش میگه معلوم میشه شاه ظلم پیشه کرده، ستم پیشه کرده. شوهرش میگه برای چی هم چرفی میزنی؟ میگه به خاطر اینکه گاو دیگه شیر نمیده، این همون گاویه که دیروز شیر میداد الان دیگه شیر نمیده، شیر در پستان گاو خشک شده. و شاه این موضوع رو میشنوه و توبه میکنه همون لحظه، میگه عجب حرفی من زدم و اینها، این فهمیده که من میخوام ستم پیشه کنم اینها، و از حرف خودش بر میگرده، میگه که من ساری، من تو دلش باز که من دیگه وقتی به قدرت برسم همین شیوه عدل و داد رو ادامه میدم. و همون لحظه دوباره از پستان گاو شروع میکنه شیر آمدن. یعنی اینکه در ضمیر شاه میگذره که ستم پیشه کنه، دیگه گاوها از شیر میفتن، انگار بیداد جامعه رو فلج میکنه، بیدادگری جامعه رو فلج میکنه، ظلم و اینکه تساوی در جامعه بر قرار نباشه، همه ارکان جامعه رو به هم میریزه. میگه ز بیدادی شهریار جهان، همه نیکویی ها شود در نهان. شیرها در پستانها خشک میشن. نزاید به هنگام بردشت گور، شود بچه باز را چشم کور. بچه بازی که باید چشماش تیزبین باشه، میدونید باز قوی ترین و تیزبین ترین چشمها رو داره در بین جانوران. میگه بچه های باز وقتی که به دنیا میان کور به دنیا میان. ببرد ز پستان نخجیر شیر، شود آب در چشمه خیش قیر. شود در جهان چشمه آب خشک، ندارد به نافندرون بوی مشک. ز کجی گریزان شود راستی، پدید آید از هر سوی کاستی. مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی، همی جست خواهم ره ایزدی. و افراسیاب این حرف رو به مهمانهاش میزنه
کسانی که اومده بودن پرستنده و با کلاه اومده بودن، بزرگان به درگاه شاه اومدن، حالا داره بهشون میگه که من دیگه متنفر شدم از این همه جنگیدن، که میبینم هر گوشه‌ای نشان سپاه من و جنگ من هست و شهرها از من تبدیل به بیمارستان‌ها شده و قبرستان‌ها رو آباد کرده و گلستان‌ها تبدیل به خارستان‌ها شده و میگه که چنین اتفاقی میفته. کنون دانش و داد باز آوریم، به جای غم و رنج ناز آوریم. میگه باید به جای غم و رنج جهان رو تبدیل به زیبایی و لذت و عیش و خوشی بکنیم. برآساید از ما زمانی جهان، نباید که مرگ آید از ناگهان. دو بحر از جهان زیر پای من است، از ایران و توران سپاه سرای من است. نگه کن که چندین ز گنداوران، بیارند هر سال باج گران. گریدونک باشید هم داستان، فرستم به رستم یکی داستان. در آشتی با سیاوخش نیست، بجویم فرستم بیاندازه چیز. خب افراسیاب اینجا نظر بزرگان رو جلب کرد، گفت سرزمین های ما پهناوره و به قدر کافی باج میگیریم و سرزمین هایی در اختیارمون هست که اصلا مال ایران بوده، از توران هم که در اختیار ما هست، همین بسمونه دیگه. و من میخوام در آشتی رو با سیاوش باز کنم. سران یک به یک پاسخ آراستند، همه خوبی و آشتی خواستند. که تو شهریاری و ما چون رهی، بران دل نهاده که فرماندهی. همه بازگشتند سرپرز داد، نیامد کسی را غم و رنج یاد. رهی یعنی نوکر. گفتن ما همه رهی هستیم، نوکر هستیم و هرچی تو بگی. به کرسی و زانگه چنین گفت شاه، که بپسیج کار و بپیمای راه. به زودی بساز و سخن را مایست، ز لشکر گزین کن سواری 200. به نزد سیاوخش بر خواسته، ز هر چیز گنجی بیاراسته. از اسبان تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به سیمین نیام. یکی تاج پرگوهر شاهوار، ز گستردنی 100 شتروار. بار غلام و کنیزک ببر هم 200، بگویش که با تو مرا جنگ نیست. بپرسش فراوان و با او بگوی، که ما سوی ایران نکردیم روی. زمین تا لب رود جیهون مراست، به سغدیم و این پادشاهی جداست. گفت بروگی که ما به همون مرز جیهون قناعت میکنیم و به رسمیت میشناسیم و به سغدیم و این پادشاهی جداست. پایتخت ما سغده و پادشاهی ما تا همینجاست. اینجا ببینن از شتروار میگه. شتروار یعنی مثل خروار، که حالا بعضیا میگن خروار یعنی یه بار خر، وزنی معادل یک بار خر. بعضیا میگن وزنی به اصطلاح چیزی معادل ارتفاع خر یا اندازه خر. من تو مدرسه فارسی اینجا یه وقتی کورس آف کردیت بودم درس میدادم، لغت خروار اومده بود و گفتم که خروار یعنی مثلا به اندازه باری که خر میتونه ببره، یا مثلا اندازه وزن خر. بعد از اینکه از دانش آموزا پرسیدم که مثلا خر تو فکر میکنی چند کیلوه، یه نگاهی کرد به من گفت که مثلا آقا شما الان چند کیلوه. میخواست قیاس بکنه، مثلا بگه تو ذهنش قیاس بکن که حالا مثلا اگر تو ای قباشتی مثلا اینقدر برابر خره. من گفتم حالا بی خیال، هرچی هست. خلاصه شتروار یعنی شتربار بعضی ها فکر میکنن، یعنی یک بار شتر. و بعضی ها فکر میکنن یعنی به اندازه یک شتر. و
به وزن یک شتر. همان است که از تور و سلم دلیر زبر شد جهان آن کجا بود زیر. میگه همونیه که این سرزمین، این مرز و بومی که ما در اختیار داریم، یعنی این ور جیهون، که از سلم و تور دلیر زبر شد جهان آن کجا بود زیر، یعنی آباد شد اون چیزی که ناآباد بود، اون چیزی که نامعلوم بود پیدا شد بعد از آن که نامعلوم بود. از ایرج که بر بیگنه کشته شد، ز مغز بزرگان خرد گشته شد. ز توران به ایران جدایی نبود، که با جنگ و کین آشنایی نبود. ز یزدان بران گونه دارم امید، که آورد روز خرام و نوید. بیندیخت از شهر ایران تو را، که پر مهر دید از دل ایران تو را. به بخت تو آرام گیرد جهان، شود جنگ و ناخوبی اندر نهان. خب این پیام رو داره برای سیاوش میفرسته توسط گرسیوز و داره میگه که بیانگیخت از شهر ایران تو را خدا، به خاطری که تو درت مهر بود، در جبین تو، در اندیشه تو مهر بود، و این شاید باعث بشه که یه صلح پایداری بین ایران و توران توسط تو ایجاد بشه. چو کرسیوز آید به نزدیک تو، بیاراید آن رای باریک تو. چنان چون به گاه فریدون گرد، که گیتی به بخشش به گردان سپرد. ببخشیم و آن رای باز آوریم، ز جنگ و زکین پای باز آوریم. تو شاهی و با شاه ایران بگوی، مگر نرم گردد سر جنگ جوی. سخونها همین گوی با پیلتن، به چربی بسی داستانها بزن. بر این هم نشان نزد رستم غلام پرستنده و اسب زرین لگام. به نزدیک او همچنین خواسته ببر، تا شود کار پیراسته. جز از تخت زرین که او شاه نیست، تن پهلوان از در گاه نیست. به گرسیوز گفت که خب حالا اینها همه رو که میبری برای سیاوش، برای رستم هم جدا یک هدیه‌ای ترتیب داد، گفت که اینها رو هم میبری برای رستم جز از تخت زرین، یعنی همه چیز بهش میدی و خواسته همه این خواسته ها رو ببر براش، غلام و پرستنده و اسب زرین لگام و همه چیز جز از تخت زرین، و فقط بارگاه طلایی و سریر سلطنت برای او نبر، که او شاه نیست، تن پهلوان از در گاه نیست. از در یعنی لایق. میگه پهلوان لایق این که براش تخت زرین ببریم نیست، اونو باید برای شاه ببریم، ولی بقیه چیزها رو برای رستم ببریم. خب یک مقدارش که خب به هر حال نگاه این هست که یکی که شاهه و یکی که نیست رتبش فرق میکنه و اینا، و ماجرای فر رو اون نگاه این خاصی که وجود داشته، ولی یه بخش دیگه‌ش هم مسئله دیپلماسی دیگه. به هر حال این آقای وزیر امور خارجه که رفته توی عراق و توی به جایی که تو صف وزرای امور خارجه وایسی میاد، تو صف جلوتر وای میسته، این رعایت نکردن پروتکل ها یه بخشش از ناآگاهی دیگه. یعنی فی الواقع اگر برای رستم تخت زرین ببریم، میتونه معنی کودتا بده. نه، شما این چیز مهمیه، اگر شما یه پهلوانی رو براش یه تخت زرین ببرید، یه پیامی به او پهلوان میده، انگار که افراسیاب میخواد به رستم یه پیامی بده که اگر تو کودتا کنی ما تو رو به شاهی قبول داریم. بنابراین باید یه پروتکل های رعایت بشه. من داره به گرسیوز میگه که تو برای رستم چه چیزی نبر و چه چیزی ببر. بیاورد کرسیوز آن خواسته، که روی زمین زو شد آراسته. دمان تا لب رود جیهون رسید، ز گردان فرستاده ای برگزید.
بدان تا رساند به شاه آگهی که کرسیوز آمد بدان فرهی. به کشتی به یک روز بگذاشت آب، بیامد بر بلخ دل پرشتاب. فرستاده آمد به نزدیک به درگاه شاه، بگفتش که کرسیوز آمد ز راه. سیاوش گو پیلتن را بخاند، وزان داستان چند گونه براند. چو کرسیوز آمد به درگاه شاه، بفرمود تا برگشادند راه. سیاوش ورا دید بر پای خواست، بخندید بسیار و پوزش بخواست. ببوسید کرسیوز از دور خاک، رخش پر ز شرم و دلش پر ز باک. سیاوخش بنشاندش زیر تخت، وزافراسیابش بپرسید سخت. چو بنشست کرسیوز و گاه نو بدید و سر و افسر شاه نو، به رستم چنین گفت که افراسیاب چون از تو خبر یافت، اندر شتاب یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاد. با من کنونی به راه، بفرمود تا هدیه برداشتند به چشم سیاوخش بگذاشتند. و گفت که هدیه ها رو به سیاوخش نشون دادن. توی نسخه موسکو هست بفرمود تا پرده برداشتند به چشم سیاوخش بگذاشتند، یعنی سراپرده رو کنار زدن که سیاوخش بتونه هدیه هایی که ارسال شده بر بار شتران و اسبان و اینها رو ببینه. ز دروازه شهر تا بارگاه، درم بود و اسب و غلام و سپاه. کس اندازه نشناخت آن را که چند، ز دینار و وز گنج و تخت بلند. غلامان همه با کلاه و کمر، پرستنده با یاره و طوق زر. پسند آمدش سخت و بگشاد روی، نگه کرد و بشنید پیغام اوی. چو بگذارد کرسیوز پیشبین، زمین را ببوسید و کرد آفرین. تهمتن بدو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاسخ آریم یاد. و رستم اینجا آمد گفت که باید یه هفته به ما فرصت بدین تا ما فکر کنیم و پاسخ مناسب رو بدیم، ما احتیاج به مشورت داریم. در واقع رستم گفت بدو خواهش اندیشه باید بسی، بدین خواهش اندیشه باید بسی، همان نیز پرسیدن از هر کسی و باید ما مشورت کنیم. یکی خانه او را بیاراستند، یه اتاقی براش ترتیب دادند، به دیبا و خالیگران خواستند. پس یه اتاقی برای او از دیبا بیاراستند، یعنی خیلی خوب تزیین کردند با ابریشم، و خالیگران خواستند. خالیگر یعنی آشپز، و آشپزایی خواستن که در خدمت کرسیوز و همراهانش باشه. نشستند بیدار هر دو به هم، سگالش گرفتند بر بیش و کم. پس رستم و سیاوش شروع کردن سگالیدن و فکر کردن. از آن کار شد پیلتن بدگمان، کزان گونه کرسیوز آمد دمان. طلایه زهر سو برون تاختند، چنان چون ببایست برساختند. سیاوش ز رستم بپرسید و گفت که این راز بیرون کشیم از نهفت، که این آشتی جستن از بهر چیست. نگه کن که تریاک این زهر چیست. و اینها خب بدگمان بودن، رفتن اول که دوربر رو بررسی کردن که مثلا شبیخونی در کار نباشه. بعدش هم آقای سیاوش گفت که نگه کن که تریاک این زهر چیست. ببین پادزهر این زهر چیه، پاتکی که ما در مقابل این، جوابی که در مقابل این حرکت باید انجام بدیم چی هست. ز پیوسته خون به نزدیک اوی، نگر تا کدامند صد جنگجوی. گروگان فرستد به نزدیک ما، کند روشن این رای تاریک ما. و اینجوری نمیشه او بیاد بگه که ما صلح میکنیم و ما رفیق شدیم و اصلا کار درستی نبوده جنگو از اول. و تو میشناسی اینها رو ای رستم،
بگو پیوسته خون او کیه، 100 نفر رو بگو، ما بگیم این 100 نفر گروگان بفرسته پلوی ما تا ما قبول کنیم که اون میخواد صلح کنه. ز پیوسته خون به نزدیک اوی نگر تا کدامند، 100 جنگجوی گروگان فرستد به نزدیک ما، کند روشن این رای تاریک ما. اون وقت ما خوشبین میشیم. نباید که از ما غمی شد زبیم، همی تبل سازد به زیر گلیم. این شد مخفف شود هست و حافظم داره این رو میگه، آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، نه این آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر. میگه حافظ که رندی از یادش نخواهد رفت، نمی رود. و یا مثلا میگه حافظ یه جا میگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، نمیگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، چون که گل که یار بلبل نشده. گل اگه یار بلبل شده بود که بلبل دیگه مشکلی نداشت. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، یعنی بشود یارش. گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش، او فکرش اینه که چجوری دل گل به دست بیاره، گل در فکر اینه که چجوری فتنه بکنه در کار بلبل. این شد به معنی شود، یعنی مخفف شود رو ما عادتا امروزه دیگه شد میخونیم، میگیم فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، ولی خب خودمون میفهمیم که این شد نیست، این شده، یعنی به شوده. درست معنی میکنیم ولی بد میخونیم، راحت تریم که بد بخونیم. حالا اینجا اگر بد بخونیم معنی رو از دست میدیم. میگه نباید که از ما غمی شد زبیم، یعنی این مبادا که از ما غمی بشود از ترس، یعنی فکر کنی که ما گروگانها رو یه بلای سرشون میاریم. فکر کنم اینجا منظورش اینه. میگه که گروگان فرستد به نزدیک ما 100 نفر رو، کند روشن این رای تاریک ما، نباید که از ما غمی شد زبیم، همی تبل سازد به زیر گلیم. نه، تبل ساختن به زیر گلیم یعنی پنهان کردن یه چیزی که پنهان کردنی نیست، یعنی بره یه کاری بکنه که فی الواقع هم نمیشه اون کار رو انجام داد. دلا دلا شتر سواری کردن که غیر ممکن هست. و این باید این رو قبول بکنه که باید به ما یه تضمین بزرگ بده، و او اینه که 100 نفر از نفراتش رو گروگان بفرسته پیش ما، و اینجوری تبل زیر گلیمی وجود نداره، کار دزدکی دیگه وجود نداره، کلک کلوکی دیگه تو کار وجود نداره، چون 100 نفر از خیشانش پیش ما هستن و اون موقع اون دیگه میتونه خیالش از جانب ما هم راحت باشه که هیچ اتفاق بدی از جانب ما نمیفته، از جانب اونم که خب ما دیگه گروگان داریم. یعنی ما میتونیم اینجوری صلح کنیم. قاعده صلح اینه. چون این کرده باشیم نزدیک شاه، فرستاد باید یکی نیکخواه، برد زین سخن نزد او آگهی، مگر مغز گرداند از کین تهی. تازه کارار که بکنی، یعنی گروگان بفرستی و این اتفاق بیفته و ما قبول کنیم که تو حمله به طرف ما نمی کنی تا ما مادامی که اینجا هستیم، ما یه آدمی رو میفرستیم نزدیک شاه کاووس، میگیم آقا صلح، ما داریم صلح میکنیم و تو هم باید مغزت رو از جنگ تهی کنی. چون این گفت رستم که این است رای. رستم خوشش اومد از این تدبیر سیاوش، جز این روی پیمان نیاید به جای. و غیر از این چیزی که تو گفتی واقعا جور دیگه ما نمیتونیم مطمئن بشیم از این صلح. و رستم اینجا این صلح جویی سیاوش رو و خردمندی سیاوش رو تحسین کرد. به شبگیر کرسیوز آمد به در،
چنان چون بود با کلاه و کمر، بیامد به پیش سیاوش زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین. سیاوش بدو گفت که از کار تو پرندیشه بودم، ز گفتار تو کنون رای هر دو بران شد درست، که از کینه دل را بخواهیم شست. یعنی هر دو احتمالاً اینجا منظورش من و رستم هست. تو پاسخ فرستی بر افراسیاب، که از کین اگر شد سرت سیر خواب، کسی کو ببیند سرانجام بد، ذکردار بد بازگشتن سزد. دلی که از خرد گردد آراسته، یکی گنج گردد پر از خواسته. اگر زیر نوش اندرون زهر نیست، دلت را ز رنج و زیان بهر نیست. ز گردان که رستم بداند همی، کجا نام ایشان بخواند همی، چو پیمان همی کرد خواهی درست، تنی صد که پیوسته خون توست، بر من فرستی به رسم نوا، بدین خوب گفتار تو بر گوا. گفت این اسامی رو که رستم تنظیم کرده و برای تو میفرسته، صد نفر رو، چو پیمان همی کرد خواهی درست، اگر واقعا حرفت درسته و نمیخوایی به جنگی، باید تنی صد که پیوسته خون توست رو به رسم نوا، نوا یعنی گروگان، پیش من بفرستی، بدین خوب گفتار تو بر گواه. و این گواهی خواهد بود به این گفتار خوبه و این حرفهای صلح‌آمیزت و دوستانت، و نشون میده که واقعا میخوای صلح کنی. حالا اونجا میگه که کسی کو ببیند سنز کردار بد بازگشتن سزد، دلی که از خرد گردد آراسته، یک گنج گردد پر از خواسته. یعنی تو مطمئن باش که از این صلح و از این اندیشه صلح‌آمیزی که داری آقای افراسیاب، یه گنج بزرگی به دست میاری. تو خیلی این چیزت رو من پسندیدم، این مرامت رو پسندیدم، ولی چارش همینی که گفتم، باید صد نفر رو به رسم نوا، بدین خوب گفتار تو بر گوا، بفرستی پیش من. و دیگر که از ایران زمین هرچه هست، که آن شهرها را تو داری به دست، به پردازی و خود به توران شوی، زمانی ز جنگ و ز کین بغنوی. غنودن یعنی آرامش گرفتن و استراحت کردن. میگه یه زمان باید از جنگ بغنوی، آرامش رو جایگزین جنگ کنی و همه شهرهایی که مال ایرانن و مال توران نیستن رو بپردازی، اونها رو پاس پس بدی. نباشد جز از راستی در میان، به کینه نبندم کمر بر میان. فرستم یکی نامه نزدیک شاه، مگر باشتی باز خواند سپاه. برافکند کرسی وزن در زمان، سواری به کردار باد دمان. بدو گفت خیره من سر به خواب، برو تازنان نزد افراسیاب، بگویش که من تیز بشتافتم، کنون هرچه جستی همه یافتم. گروگان همی خواهد از شهریار، چو خواهی که برگردد از کارزار. فرستاده آمد بدادش پیام، سراسر ز کرسی و ز نیک نام. چو گفت فرستاده بشنید شاه، فراوان بپیچید و گم کرد راه. همی گفت صد تن ز خیشان من، گریدون کم گردد از انجمن، شکست اندر آید بدین بارگاه، نماند بر من کسی نیک خواه. صد نفر بفرستم برن، دیگه کی پیش من میمونه؟ وگر گویم از من گروگان مجوی، دروغ آیدش سر به سر گفتگوی. فرستاد باید بر اونوا، اگر بی گروگان ندارد روا. مگر کین بلاها ز من بگذرد، خردمند باشم به از بی خرد. گفت چاره ای مثلی که نیست. و این خوابی که افراسیاب دیده بود خیلی او رو ترسونده بود.
بدانسان که رستم همی نام برد، ز خیشان نزدیک صد برشمرد. بر شاه ایران فرستادشان، بسی خلعت و نیکوی دادشان. بفرمود تا کوس با کرنای زدند و فروهشت پرده سرای، بخارا و سغد و سمرقند و چاچ، سپنجاب و آن کشور و تخت آج تهی کرد و شد با سپه سوی کنگ. بهانه نجست و فریب و درنگ. پس این شهرهای ایرانی ماوراءالنهر رو، یعنی بخارا و سغد و سمرقند و چاج و سپنجاب و سرزمین های اون اطراف که در واقع تابع این سپنجاب بودن، اینها رو خالی کرد و رفت به سمت کنگ که پایتخت اصلی خودش بود. چو از رفتنش رستم آگاه شد، روانش از اندیشه کوتاه شد. به نزد سیاوش بیامد چو گرد، شنیده سخنها همه یاد کرد. بدو گفت چون کارها گشت راست، که کرسیوز ار باز گردد رواست. گو اجازه بده کرسیوز بره، چون که همه چیزا درست شده و همه تعهدات رو انجام داده و الان میتونیم اجازه بدیم که این برادرش بره. بفرمود تا خلعت آراستند، سلیح و کلاه و کمر خواستند. یکی اسب تازی به زرین ستام، یکی تیغ هندی به سیمین نیام. چو کرسیوز آن خلعت شاه دید، تو گفتی مگر بر زمین ماه دید. بشد با زبانی پر از آفرین، تو گفتی همی بر نوردد زمین. کرسیوز به آزادی خودش اطمینان نداشت و وقتی که دید اینا به عهدشون وفا کردن و پیمان افراسیاب رو قبول کردن، خیلی خوشحال شد. سیاوش نشست از بر تخت آج، بیاویخته از بر آج تاج. همین تاجا سنگین بودن، پادشاه ها نمیتونستن بزنن رو سرشون، اینا رو آویزون میکردن. بیاویخته از بر آج تاج. همین رای زد با یکی چرب گوی، کسی کو سخن را دهد رنگ و بوی. ز لشکر همی جست گردی سوار، که با او بسازد دم شهریار. چون این گفت با او گو پیلتن، که از این در که یارد گشادن دهن. همان است کابوس کس پیش بود، ز تیزی نکاهد نه هرگز فزود. خب سیاوش دنبال یه چربگوی میگشت که بره و نتایج این صلح رو، این برجام رو به اطلاع آقای کیکاووس برسونه. ولی با خودش میگفت که آقای پیلتن رستم با خودش میگه حالا کی میتونه بره اینا رو به اطلاع کیکاووس برسونه؟ کیکاووس همون خشمگینی هست که بوده، همون آدم تیزی هست که بوده. همان است کاووس کس پیش بود، ز تیزی نکاهد نه هرگز فزود. هیچ وقت اون تندی و خشمش نه کم میشه نه زیاد میشه. حالا کی جرأت داره بره حرفا رو بزنه؟ مگر من شوم نزد شاه جهان، کنم آشکارا بر او بر نهان. کی بود که سه بار جان کیکاووس رو نجات داد بود از مرگ؟ یک بار در ماجرای هفت خان و دیو مازندران، یک بار وقتی که اسیر شاه هاماوران بود، و یک بار وقتی تو بیابونها گم شده بود. این هر بار رستم بود و شتافته بود و کیکاووس را آورده بود. سه بار انگار او رو بر تخت نشانده بود و این منم که میتونم برم و شاه رو راضی کنم. ببرم زمین گر تو فرمان دهی، گفت منو بفرست. ز رفتن نبینم همی جز بهی. سیاوش ز گفتار او شاد گشت، حدیث فرستادگان باد گشت. این که حالا ما بخوام یکی بفرستیم و اینها، اونا چیز شد؟ گفت نه، همین تو بهترینی، تو بهترین کسی که بری. سپهدار بنشست و رستم به هم، سخن رفت هر گونه بر بیش و کم. بفرمود
تا رفت پیشش دبیر نبشتن یکی نامه ای بر حریر. نخست آفرین کرد بر دادگر کزو دید نیرو و فر و هنر. خداوند هوش و زمان و توان خرد پروراند همی با روان. گذر نیست کس را ز فرمان اوی کسی کو نگردد ز پیمان اوی. ز گیتی نبیند جز از راستی بدو باشد افزونی و کاستی. همان آفریننده هور و ماه فرازنده تاج و تخت و کلاه. از او باد بر شهریار آفرین جهاندار و از نامداران گزین. رسیده به هر نیک و بد رای او ستون خرد باد بالای او. رسیدم به بلخ و به خرم بهار همه شادمان بودم از روزگار. خب این خرم بهار ظاهرا اشاره به بتخانه معروفی است که در بلخ بوده و حالا بعضی ها معتقدن اصلا بهار به خودش یعنی بتخانه، خود لغت بهار، و ما به این دلیل به فصل بهار میگیم بهار که بت‌ها در بیابان و دشت و باغ و باغچه ها پیدا میشن. انگار گل‌ها مثل بت‌هایین و ما مثل شمن‌ها و بت‌پرستای هستیم که وقتی گل‌ها رو بو میکنیم و نگاه میکنیم انگار بت‌پرستانی دارن بت‌ها رو نگاه میکنن و ستایش میکنن. و ما به این دلیل هست که به این فصل میگیم بهار. و گویا در بلخ یک بتخانه معروف و بزرگی بوده که معروف بوده به بتخانه بهار. میگه رسیدم به بلخ و به خرم بهار همه شادمان بودم از روزگار. زمن چون خبر یافت افراسیاب سیاه شد به جامندرش روشن آب. آب توی جامش سیاه شد وقتی که خبر ورود من رو افراسیاب شنید. بدانست کان کار دشخار گشت جهان تیره شد بخت او خار گشت. بیامد برادرش با خواسته بسی خوب رویان آراسته که زنهار خواهد ز شاه جهان. سپارد بدو تاج و تخت مهان بسنده کند زین جهان مرز خیش. بداند همی مایه و عرض خیش. حد و حدود خودش رو قرار شد که بشناسه. از ایران زمین نسپرد هیچ نیز خاک بشوید دل از کینه و جنگ پاک. ز خیشان فرستاد صد نزد من بدین خواهش آمد گو پیلتن. گرو را ببخشد ز مهرش سزاست که بر مهر او چهر او بر گواست. گفت که من رستم رو بدین وسیله میفرستم که شاه خواهشی دارم که ببخشه افراسیاب رو که من در چهر او مهر او رو میبینم. انگار که افراسیاب رو میشه بهش اعتماد بکنی و این دفعه ظاهرا داره از در صلح و آشتی جلو میاد. تهمتن بیامد به نزدیک شاه چنان چون سزد با درفش و سپاه. وزان روی کرسیوز نیک خواه بیامد بر شاه توران سپاه. همه داستان سیاوش بگفت که او را ز شاهان کسی نیست جفت. ز خوبی دیدار و کردار اوی ز هوش و دل و شرم و گفتار اوی. دلیر و سخنگوی و گرد و سوار تو گفتی خرد دارد اندر کنار. بخندید با او چنین گفت شاه که چاره به از جنگ ای نیک خواه. دلم گشت از آن خواب بد با نهیب ز بالا بدیدم نشان نشیب. پر از درد گشتم سوی چاره باز بدان تا نبینم نشیب از فراز. به گنج و درم چاره آراستم کنون شد برانسان که من خواستم. پس اونجا که گفته بود یادتونه به گنج چشم زمانه رو بدوزم، اینجا هم همین میگه به گنج و درم چاره آراستم کنون شد برانسان که من خواستم. همون چیزی شد که میخواستم.
وزان روی چون رستم شیرمرد، بیامد بر شاه ایران چو گرد. به پیش اندر آمد به کش کرده دست، بر آمد سپهبد ز جای نشست. بپرسید و بگرفتش اندر کنار، ز فرزند و از گردش روزگار، ز گردان و از رزم و کار سپاه. وزان تا چرا بازگشت روز راه، نخست از سیاوش زبان برگشاد. ستودش فراوان و نامه بداد، چو نامه برو خواند فرخ دبیر. رخ شهریار جهان شد چو قیر، به رستم چنین گفت گیرم که اوی جوان است و بد نارسیده به روی. گیرم حالا سیاوش جوان بیشعور، مغزش قره، چو تو نیست اندر جهان سر به سر. به جنگ از تو جویند شیران هنر، ندیدی بدیهای افراسیاب، که گم شد زما خورد و آرام و خواب. مرا رفت بایست، کردم درنگ، اصلا تقصیر خودمه، من باید میرفتم. آقای سیاوش جوان بود، تو که شعور داشتی رستم، تو که پیر بودی. مرا رفت بایست، کردم درنگ، مرا بود با او سری پرز جنگ. نرفتم که گفتند از ایدر مرو، بمان تا بسیچت جهاندار نو. گفتن تو نرو که اون بره جنگ یاد بگیره. چو باد افره ایزدی خواست بود، مکافات بد را بدی خواست بود. شما را بدین مردری خواسته، بر این گونه بر شد دلا راسته. کجا بستد از هر کسی بی گناه، بدین سان بپیچیده تان سبز راه. آف چهار تا جنس براتون رو کرد و چهار تا نمیدونم ابریشم و مردری خواسته، ثروت‌های مردریگی که به ستم و جور از این ور اون ور جمع کرده. کجا بستد از هر کسی بی گناه، که رفته از چپاول شهرها و روستاها به دست آورده. بدین سان بپیچیده تان سرز راه. اینجوری شما رفتید و قبول کردید این صلح رو با چهار تا جنسی که براتون فرستاد. شاه عصبانی شد، خب این نتایج شومی خواهد داشت، ولی وقت نداریم امشب دیگه ببینیم نتیجه این خشم شاه چه خواهد بود. هفته آینده